نخستین نمایشگاه مجسمه‌های چوبی علی اصغر شهاب با عنوان دستان توانا و چشمان نابینای طبیعت از 8 تا 21 آبان ماه در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران برپا بود. در این نمایشگاه 59 مجسمه چوبی کوچک به نمایش گذاشته شده بود. پایین ترین رقم قیمت گذاری شده این مجسمه ها 2,200,000 تومان است. بر اساس گزارش دریافتی تلویزیون واشنگتن، علی اصغر شهاب که از سن کودکی به ساختن مجسمه‌های خمیری روی آورده و به مرور از موادی چون چوب و فلز آلومینیوم برای ساخت مجسمه استفاده کرده است، مجسمه‌های نمایشگاه خود را با چوب‌های دورریختنی طبیعت نظیر شاخه‌های شکسته و یا تنه‌های خشکیده درختان ساخته است. تکه چوب هایی که به گفته این مجسمه ساز در هر یک از آنها گویی دستان توانای طبیعت مجسمه هایی خلق کرده است و این مجسمه ساز تنها آنها را کامل کرده است. مجسمه هایی که بیشتر آنها چهره های انسانی با دهانی باز دارند و مخاطب را به شنیدن و دیدن فرا می خوانند. گویی از نای زخمی این مجسمه ها فریاد هزاران ساله خاک شنیده می شود. علی اصغر شهاب میگوید من این فریاد را در مجسمه هایم نساختم، من فقط سعی کردم که جلوه بهتری پیدا کنند. این هنرمند که به صورت حرفه‌ای خوشنویسی را نزد استادانی چون واشقانی فراهانی و یدالله کابلی پی گرفته، درباره تأثیر خوشنویسی بر مجسمه هایش میگوید قلم تخصصی من غبار است و این قلم بسیار ریز است و از این قلم برای نوشتن خط بسیار ریز مانند حاشیه های کتاب استفاده می شود. بیشک ظرافتی که در این خط وجود دارد در ساخت این مجسمه ها بی تأثیر نبوده است. او در یکی از مجسمه های بسیار کوچکش سرنوشت غم‌انگیز یک خوشنویس را به تصویر کشیده است. در حالی که قلم همچنان در دستش است و لبخند دارد، اما در نهایت خود تبدیل به قلمی لاغر و نحیف شده است. شهاب میگوید همواره هنگام ساخت مجسمه دو گفته از دو هنرمند برای من الهام بخش بوده است. یکی جیواچینو روسینی که میگوید صورت رخت چرک‌هایتان را به من بدهید تا برای آن آهنگی تنظیم کنم، و دیگر جمله میکلانج که میگوید فرشته را در میان سنگی دیدم، آنقدر تراشیدم تا فرشته را آزاد کردم. این مجسمه ساز این دو گفته را سرلوحه کارش قرار داده و از دور ریختنی‌های طبیعت آثار درخور تأملی را خلق کرده است. قرار است این مجسمه ساز در ماهای اخیر مجموعی از 150 مجسمه‌اش را در یکی از نگارخانه‌های مؤسسه فرهنگی هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر به نمایش بگذارد.